بله دقیقا، استاد محترم هم همین لحظه منتظر ما هستند، دکتر عارف نعیمزاد استاد پاهنتور، و میخواییم صحبت های ارزشمندشان امروز خوشبختانه در رابطه با کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان بر شما ایزان داشته باشیم. استاد محترم سلام به شما برسه، صبحتان بخیر، روزه و نمازتان قبول. سلام رویا جان، سلام رستم جان، سلام آقای امیری و همه همکاران عزیز، سلام خدمت همه هموطنان عزیز. امیدوار هستم که صبح رمضانی را با آرامش خاطر آغاز کرده باشیم. شما زنده و سلامت باشین استاد محترم، چطور است روزه رمضان بخیر میگذره؟ خوب است، چون حالت دور تردد است و قرنطینه است، بیشتر اوقات در خانه است، مکار از خانه جریان داره، اکتر به اصطلاح شه افسردگی را در پی داره، یعنی تقریبا هم خسته میشه و یک مقدار خسته کننده است. خدا نکنه استاد، بخیری روزا هم سپری میشه انشالله، با امو زندگی گذشته های ما که گذشته ما که خیلی خوش و خندان سپری میکردیم دوباره با او روال انشالله برمیگردیم. خدا مهربان است. خب استاد، خوشحال هستیم از اینکه از طریق اسکایپ شما را داریم با خود و در رابطه با کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان میخواییم در کل صحبت شما را داشته باشیم. دیدگاهتان در رابطه به این موضوع مهم چی است و فقط باید کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شود، شما چی گفتنی دارید؟ رویا جان، اساسا کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان جزء اصول کلیدی در دین مقدس اسلام است و همینطور جزء شاخصه های بارز در تمام موارد جدی در سیطره روابط اجتماعی است. وقتی ما بحث کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان مطرح میکنیم، در واقع دیگر پردازی و تنها رمضان و روزه را برای احیای خود تخصیص نمیدیم. بله. خبرگیری از دیگران، کمک، انعام، بخشش، قضاءً به دیگران و مستمندان، به ایتام، فقرا و مساکین جزو مسئله رسیدگی و کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان میشه. بله. در ماه مبارک رمضان اگر قرار باشه ما کمکی را در زمینه به اصطلاح دستگیری نیازمندان روی دست بگیریم و راه اندازی بکنیم، الزاماتش اینه نیست که ما بر مبنای تمام شرط و شروط شریعت اسلامی کمک خود را مخفیانه باید انجام بدیم، انعام قرار است بدیم یا کمک جنسی یا مواد خوراکی یا نقدیه که داریم باید مخفیانه صورت بگیرد. در ضمنش اهانت و توهین به طرف صورت نگیرد، منت‌گذاری به طرف صورت نگیرد، یعنی نوع به اصطلاح با دید که طرف ما کمتر ببینیم با صورت نگیرد. این جزء الزامات است. وقتی ما میگیم کمک به نیازمندا در ماه مبارک رمضان، یعنی رسیدگی به دیگران و درک دیگران در ایام مبارک رمضان، دیگرانی که جزو فقرا میشن، جزو مساکین میشن، جزو بیچارگان میشن، کسانی که درآمد آنچنانی ندارن. مثلا حالا در شرایط قرنطینه و کوی تردد کرونایی هستیم، شیوع کرونا هست، الزاما اگر میبینیم همسایه ما، دوست ما، خویشاوند ما، اقارب ما، برادر ما، عزیز ما در ایام بیکاری که در خانه هست و مشکلات مالی صد دچار است، مواد خوراکی ندارد، مواد ارتزاقی نداره، بله، این زمینه باید ما کمک بکنیم. جزء اصول اساسی در دین اسلام است و همچنان که بحث جدی در روابط اجتماعی ترقی میشه. زنده و سلامت باشین استاد محترم. حالا بیاین در رابطه با کمک کردن به نیازمندان کمی بحث بازتر بسازیم. اکثر کسا خیلی آشکار کمک به نیازمندان را در نظر میگیرن و آشکارا میرن کمک میکنن به نیازمندان و اکثر کسا خیلی مخفی و پنهان میرن کمک میکنن به نیازمندان. دین مبین اسلام در این راستا چی گفته؟ چه چیزی جایز است و چگونه باید واقعا به نیازمندان کمک صورت بگیره؟ از دیدگاه دین مقدس اسلام کمک باید مخفیانه صورت بگیره، کمک باید با تکبر و با به اصطلاح منت‌گذاری صورت بگیره. ولی ای که دوستا و عزیزا و بزرگواران میخواین تظاهر بکنن، مثلا یک کمپاین رو اندازی بکنن برای کمک، یا مثلا در خریده های مواد غذایی تصویر خود حق بکنن، نام خود رو حق بکنن، ای از نظر تشریع و از نظر
تمام مباحث شامل در دین مقدس اسلام جایز و ناسواب است. ما باید طوری کمک بکنیم که اصلا طرف نفهمه کمک کرد، طرف نفهمه کی و مواد کرات قسم همسال که موارد ارتزاقی که در ایام ماه مبارک رمضان به اون نیازمند است کی برای کمک کرده. ما بسطلا از نظر اسلام تظاهر در نیازمند ها اصلا جواز نداره، اصلا جایز نیست و اصلا از نظر شرع قبول شده و پسندیده نیست. باید در کمال تواضع و در نهایت دقت و در حالت بسیار پنهان کمک صورت بگیره که اصلا کس طرف متوجه نشه کی برای کمک کرد، چگونه کمک کرد و چرا کمک کرد. دقیقا استاد، سلامت باشین. حالا بیاین در رابطه به اجر و ثوابی که به نیازمندان در نظر گرفته شده، اجر و ثوابش چقدر است وقتی کمک میکنیم به نیازمندان در ماه مبارک رمضان؟ یعنی او فرد در چه جایگاهی در نزد خداوند متعال قرار میگیره؟ ما بدون استاد صدای مرا دارید؟ بله استاد شما رو داریم. یعنی مهربانی کمک میکنه، اقام بکنه یا تعام بده برای مسکین و فقیر در ایام مبارک رمضان، یا افطاری تجویز بکنه، یا پول نقد تجویز بکنه، یا مواد جنسی خوراکی تجویز بکنه، ثوابش مشخص است برای فردی که از طرف خداوند معین شده. ثوابش چندین برابر است. وقتی در روایات متعدد، در احادیث متعدد کمک به نیازمندان فراحت دارد، به این معناست که گویا کمک میکنیم کسی را، چی کمک جنسی باشه، از جنس مواد خوراکی و چی نقدی باشه، چی پوشاکه باشه، ثوابش تعیین شده است. یکی از اون مواردی که در باب شامل باشد خود به اصطلاح عقوبت اخروی است که ما را در آخرت کمک میکنه. خودش از نظر روانی کمک میکنه، این را کمک کرده. مثلا برای ما آرامش خاطر میده، مثلا برای ما اطمینان حاصل میشه، مثلا برای ما یک نوع تعادل مالی یا بالانس مالی ایجاد میشه. گویا بعضی وقتا ما پول بیش از حد را در جای نگهداری میکنیم، یک مقدار از بر مبنای دین. بله استاد سلامت باشین. فکر کنم که مشکل در اینترنت پیدا شد و کمی دیگه اینترنت استاد فکر کنم ضعیفی کرد و نتونستیم ادامه صحبتهایشان را داشته باشیم. خب خدا کنه مشکل حل شود و دوباره بریم به طرف استاد و صحبتهایشان را داشته باشیم. استاد صدای مرا دارین؟ ادامه صحبتهای شما را میشنویم. مهربانی استاد. صدای شما را دارم. بفرمایید استاد، ادامه صحبتهای شما. صدای شما را دارم. در واقع یک نوع حس روانی، یک نوع آرامش خاطره برای ما در واقع در پی دارد. ما و نحوی احساس آرامش خاطر میکنیم که به فقرا کمک کردیم و کمک میکنیم. در واقع یک مقدار میزان یا توازن مالی هم در ما ایجاد میشه. زکات جزء اساسی فرایض دینی هست، پس ما میشه به نحوی زکات را هم به عنوان انعام، به عنوان اطعام برای فقرا و مساکین توزیع بکنیم و تقسیم بکنیم. در هر حالت باید این امری که جزء اصول دین مقدس اسلام است. بسیار زیاد تشکر. رمضان تحقق پیدا بکنه. تشکر استاد محترم. پیام شما را بسیار کوتاه و مختصر می‌خوایم داشته باشیم. و عنوان آخرین صحبت‌ها می‌خوایم به همه هموطنان ما که توانمندی کمک به نیازمندان را دارند توصیه بکنم، خواهش کنم در حد توان سعی بکنم از اقارب و نزدیکان و پیشوندان خود شروع بکنند. کسانی که نیازمند کمک مواد غذایی، پوشاک هستند و بدون این اصل قبول شده اسلامی را در عمل تحقق بدهند و آرامش خاطر در خود ایجاد میکنند. زنده و سلامت باشین استاد محترم. وقتان بخیر. خدا نگهدار شما. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید،
اینجا را کلیک نمایید و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.